سلام و درود خدمت همه شما عزیزانم در هر جای دنیا که هستید و فارسی زبانید. مرسی که ما رو حمایت میکنین. همینطور میبینم که سابسکرایب ها داره میره بالا. مرسی. دکمه سابسکرایب بزنید اگه مشترک نشدین و با ما همراه باشین. دکمه زنگوله رو بزنین تا برنامه های جدید ما که اومد بهتون خبر بده. برنامه امروز 15 زن برتر ایرانی رو میخواییم بهتون معرفی کنیم. بله. کشور ایران در دنیای امروزه یکی از پیشروترین و قدرتمندترین کشورهای دنیا در زمینه‌های مختلف در جهانی که تمام این پیشرفت‌ها و افتخار آفرینی‌ها به لطف حضور تعدادی زیادی از دانشمندان و افراد نخبه ایرانیه که نه تنها در ایران بلکه کشورهای دیگه جهان هم شناخته شده هستند. که هر کدوم از این افتخارات مایه مفتخر بودن ملت ایرانه. با این وجود برخی از افراد نخبه و باهوش در کشور ایران متولد شدن و برخی دیگرشون هم در خارج از کشور ایران به دنیا آمدن و برای رسیدن به موفقیت و افتخار آفرینی برای ایران و ملت ایران نهایت تلاش و سعی کردن و در این فیلم با افتخار میخوایم زنان سرزمینمون رو هرچه بیشتر بشناسیم. پس با ما همراه باشین تا 15 زن برتر ایرانی رو بهتون معرفی کنیم، هرچند که ما میدونیم که بیشتر از 15 تا هستن. پس با ما همراه باشین. خانم انوشه انصاری. خانم انوشه انصاری متولد 12 سپتامبر 1966 یعنی همون 21 شهریور سال 1345 در مشهد که یه مهندس و نخبه ایرانی و بنیانگذار شرکت پرودا سیستمز. وی در سال 2001 تونست با سود 10.8 میلیون دلاری روبرو بشه که این منجر به ثبت اسم وی به عنوان یکی از تاجران و سرمایه داران خانوم میشه. همچنین ایشون اولین خانم و چهارمین مسافر فضا که هزینه مسافرت خودش رو خودشون پرداختن بوده و این باعث افتخاره که اولین زنی که رفته به فضای ایرانی بوده. بله، خانم پریسا تبریز. یکی دیگر از پر افتخارترین بانوان ایرانی که شناخته ترین افراد در زمینه تکنولوژی هستند خانم پریسا تبریز است که متولد سال 1983 میلادی و فوربس از اون در 30 زن برتر جهان در سال 2012 میلادی نام برد و علت اون هم اینه که جزو مهمترین نیروها و اشخاصیه که در امنیت گوگل کروم فعالیت داشتن. جالبه که بدونید که ایشون تنها چند ماه بعد از فارغ التحصیلیش تونست در گوگل راه پیدا کنه و این روزها به عنوان شاهزاده امنیت گوگل شناخته میشه. خانم رکسانا ورزا. خانم رکسانا ورزا در حال حاضر در استارتاپ های شرکت معروف مایکروسافت در کشور فرانسه است که همزمان دو برنامه بیزنس پارک و مایکروسافت ونترس رو به عهده دارند. در آوریل ماه سال 2013 میلادی سایت بیزینس اینسایدر ایشون رو به عنوان یکی از 30 خانم موفق زیر 30 سال در زمینه تکنولوژی معرفی کردند که این باعث افتخار تمامی ایرانیانه. او همچنین قبل از ورود به مایکروسافت در زمینه‌های مختلف دیگه هم فعالیت داشت. خانم سریا دارابی. خانم سریا دارابی بنیانگذار شرکت مد و فشن زدیه که در زمینه فروش و طراحی لباس‌های شیک و بروز از پیشروترین شرکت‌های جهانه. ایشون قبل از تأسیس و بنیانگذاری این شرکت در نیویورک تایمز مشغول به کار بود که این بخش تونست دیدگاهش رو نسبت به دنیای دیجیتال تغییر بده و در بخش مدیریت شبکه‌های اجتماعی تونست از مهمترین افرادی باشه که تأثیر بسزایی از خود بر جای بذاره و همکنون بر بروکلین واقع در نیویورک در حال زندگیه. خانم رکسانا مصلحی. پروفسور رکسانا مصلحی اپیدمیولوژیست ژنتیکی محبوب جهان است که در مطالعه بسیار دقیق و مفهومی در پیشاگاهی از سرطان و پیشگیری از اون در دفترچه زندگی نامی خودش داره. وی در ایران متولد شده و اما در کانادا زندگی می کرده و در زمینه این رشته و مولکول
و ژنتیک مطالعات قابل تأمل زیادی داشته. وی در زمینه درک علت ارثی بودن بیماری‌ها و نیز تعاملات ژن و محیط در گسترش بیماری تونسته نقش بسزایی رو ایفا کنه. و خانم مریم میرزاخانی. خانم مریم میرزاخانی یکی از خانم‌های ریاضیدان جهان بوده که در ایالات متحده زندگی می‌کرد. ایشون در سابقه درخشان کاری خودش از سال 2008 میلادی به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه استنفورد خدمت می‌کرده. پس از گذشت چندین سال در نهایت در سال 2014 میلادی به اولین زن و اولین زن ایرانی موفق به کسب و به دست آوردن مدال فیلدز که معتبرترین مدال در حوزه ریاضی دست پیدا کرده. اما با کمال تأسف ایشون در تاریخ 23 تیر ماه سال 1396 درگذشتن و جان خودشون را از دست دادن. خانم ماریا خورسند دارای کارشناسی ارشد علوم کامپیوترن. ایشون اخیراً مدیر عامل مجموعه بزرگ دل شدن. اما یکی از قابلیت‌هایی که هر گوشی که از اون بهره‌منده قابلیت بلوتوثه که در گذشته یه نچندان دور اختراع شده و برای اشتراک گذاشتن فایل‌ها میان گوشی‌های مختلف کاربرد داره و این مخترع خانم ماریا خورسنده که یه خانم ایرانیه. خانم پردیس ثابتی. خانم پردیس ثابتی یک زیستشناس محاسباتی ایرانی امریکاییه که در زمینه ژنوم مالاریا و ژنتیک پزشکی و تکاملی تونست مطالعات بسزایی رو ایفا بکنه و الگوریتمی رو برای کار هرچه آسان‌تر مشخص کنه که اون در دانشگاه هاروارد امریکا تحصیل کرده و سومین زن در تاریخ دانشگاهی که موفق به کسب معدل 100 از این دانشگاه شده. خانم کریستیان امانپور. خانم کریستیان امانپور متولد 12 ژانویه 1958 در دی ماه 1336 که یکی از مشهورترین و نام‌آورترین زنان ایرانی در خارج از کشور و این روزها به عنوان مجری در تلویزیون بریتانیا فعالیت دارند. ایشون یکی از افرادی هستند که توی بخش‌های مهم خبری CNN و مصاحبه‌های شبانه توسط ایشون صورت می‌گیره. همچنین ایشون یکی از معدود خبرنگاران زن در جهانه که بیشترین میزان دنبال کننده رو در صفحات مجازی داره. خانم مینو اخترزند. مینو اخترزند فرماندار فعلی یکی از مناطق در سوئدن که ایشون در تهران متولد شدن و در سن 17 سالگی به استکهلم سفر کردند تا در رشته مهندسی الکترونیک تحصیل کنند. ایشون دارای سابقه کاملا درخشانی در طول عمر کاری خودشونن و از مهمترین اونها میتونیم به منصوب شدن ایشون به عنوان مدیر کل راه‌آهن سوئد اشاره کنیم و در ژوئن سال 2009 میلادی معاون رئیس اداره زیرساخت‌های راه‌آهن اروپا شدند. در نهایت پس از مدت‌ها کار در سال 2010 به عنوان فرماندار این منطقه سوئد منصوب شدند و تا اکنون در این سمت باقی موندن. خانم ترانه رضوی. ترانه رضوی یک پزشک معمولی نیست. ایشون پزشک شرکت بزرگ و جهانی گوگل در مونتان ویو کالیفرنیا و وظیفه وی حفظ سلامت کارکنان این شرکت بزرگی. همچنین ایشون به این علاقه‌منده که تا بتونه تأثیر ترفندهای علمی و تکنولوژی رو در سلامت انسان‌ها بیابد. خانم رودابه بختیار. رودابه بختیار یا رودی بختیار این روزها تولید کننده تلویزیون تامسون رویترزه. ایشون فعالیت خودش رو از شبکه CNN آغاز کرده و بعد از مدتی مجری بخش CNN بوده. با این وجود ایشون دارای بیش از یک دهه تجربه کاری در رسانه‌های بزرگ جهان اعم از رویترز، CNN هم که در سابقه کاری خودشون زیاد داشتن. خانم گلی آمری یکی دیگه از افتخارآفرینان ایرانی در خارج از کشور خانم گلی آمریه که یک دیپلمات و تاجر ایرانی امریکاییه. او رئیس و مدیرعامل گلوبال انجاجمنته و این شرکت به منظور تقویت تعاملات میان امریکا و دیگر نقاط جهان و هدف تأسیس این شرکت افزایش ارزش‌های مشترک و احترام متقابله. وی معاون نخست وزیر سابق امور ارزش‌های انسان دوستانه و دیپلماسی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ.
ایشون همچنین معاون وزیر خارجه امور آموزش فرهنگی ایالات متحده هم هستند که در سال 2007 میلادی از طرف NW Women's به عنوان یکی از 100 زن قدرتمند شمال غرب امریکا انتخاب شدند. خانم مونا جراحی. پروفسور مونا جراحی متولد ایرانه و یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین دانشمندان، ریاضیدانان، فیزیکدانان و محققان در ایالات متحده امریکاست و نشان استعداد برتر حرفه‌ای جوان در سال رو از کاخ سفید و به وسیله رئیس جمهور وقت به دلیل تحقیقات فراوان وی در فناوری تراهرتز دریافت کردند. این روزها وی به عنوان یکی از جوانترین استادیارهای زن در دانشگاه برکلی کالیفرنیا مشغول به کاره. و خانم فرح کریمی. فرح یا فرحناز کریمی یکی دیگر از موفق‌ترین زنان ایرانی در جهانه و از مهمترین سوابق کاری وی میتونیم به منصوب شدن وی در پارلمان کشور هلند در بین سالهای 1998 الی 2006 میلادی اشاره کرد. از اینکه تا انتهای این فیلم با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزاریم. ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید و در ادامه شب و روزگارتون خوش.